اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت 5 آذر 92. ایرانیان برای آزادی 7 گروگان اشرفی در مقابل کاخ سفید اعتصاب غذا می کنند. روز گذشته دوشنبه 4 آذر ماه شماری از هموطنان و اعضای خانواده های شهیدان و خانواده های مجاهدین در لیبرتی اعتصاب غذای خود را در مقابل کاخ سفید در واشنگتن آغاز کردند و خواستار اقدام فوری رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا برای آزادی 7 گروگان اشرف شدند. همزمان اعتصاب غذا در لیبرتی، ژنو، لندن، برلین، اتاوا و ملبورن وارد 13 هفته خود شده و داوطلبان جدید به آن پیوستند. هموطنانمان در ایتالیا و سوئد نیز از هفته گذشته در روم و استکهلم دست به اعتصاب غذا زدند. از سوی دیگر خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در 87 روز اعتصاب غذا از یاران اشرف و مجاهدان محبوس در لیبرتی، در ژنو، لندن، برلین، اتاوا و ملبورن که در منتهای وخامت وضعیت جسمی در آستانه شهادت قرار گرفتند، بار دیگر درخواست کرد از اعتصاب غذا خارج شوند، به خصوص که داوطلبان جدید وارد شده و جای آنها را پر می کنند. دشمن را از کرده پشیمان کنیم، اشرف و سرزا سر ایران کنیم. دشمن را از کرده پشیمان کنیم، اشرف و سرزا سر ایران کنیم. آنها به خاطر آزادی گروگانها و در اعتراض به اعدام دست جمعی در اشرف، به رغم درخواستها و پیامهای اختصاصی خانم رجوی از پایان دادن به اعتصاب و حتی پذیرش معالجات پزشکی معمول در اعتصاب غذا خودداری کردند. رویتر: خانواده‌های ساکنان لیبرتی در آمریکا به اعتصاب غذای جهانی می‌پیوندند و برای آزادی 7 گروگان اشرف توسط عراق فراخوان می‌دهند. بستگان و حامیان ساکنان لیبرتی رئیس جمهور اوباما را به مداخله شخصی برای نجات این گروگان‌ها فرا می‌خوانند. ایالات متحده مسئولیت دارد جان 7 گروگان اشرف را با وادار کردن دولت عراق به آزادی فوری آنها نجات دهد. واشنگتن دی سی، 25 نوامبر 2013. بستگان و حامیان هزاران مخالف ایرانی، اعضای جنبش اصلی اپوزیسیون مجاهدین خلق مستقر در کمپ لیبرتی، اعتصاب غذای داوطلبانه خود را امروز در مقابل کاخ سفید آغاز کردند. اعتصابی ها در واشنگتن به صدها تن دیگر که از 11 شهریور در لیبرتی، لندن، برلین، روم، ژنو، استکهلم، اتاوا و ملبورن در اعتصاب غذا هستند خواهند پیوست تا برای آزادی 7 گروگان از جمله 6 زن که توسط نیروهای عراقی در حمله به کمپ اشرف به گروگان گرفته شدند فراخوان بدهند. فراخوان اقدام فوری عفو بین الملل در تاریخ 19 نوامبر 27 آبان ماه با استناد بر منابع معتبر تایید کرد این 7 ایرانی اکنون توسط نیروهای امنیتی عراق در یک بازداشتگاه غیر رسمی در مرکز بغداد نگه داشته می شوند. آنها در معرض شکنجه و بدرفتاری هستند و ممکن است به زور به رژیم ایران تحویل داده شوند. سخنگوی وزارت حقوق بشر عراق کامل امین در تاریخ 12 شهریور به رادیو صدای آزاد عراق گفت نیروهای امنیتی عراق این افراد را دستگیر کردند. خانواده ها و حامیان ساکنان لیبرتی از رئیس جمهور اوباما می خواهند شخصا دخالت کند و جان این گروگان ها را نجات دهد. آنها گفتند ایالات متحده هم مسئولیت و هم این امکان را دارد که جان 7 گروگان اشرف را با وادار کردن دولت عراق
به آزادی فوری آنها نجات دهد.